اعتقاد راسخ دارم سیستم درست بشه، آدمای بدم درست میشن، کلا بردارم درست میشه، دزدم درست میشه، خدا شاهد درست میشن. بذارید یه خاطره بگم. اوایل دوران مستندسازیم بود، قرار بود با یک سارق مسلح مصاحبه کنم. 20 و چند سالم بود، پر از غرور بودم، کلم کلی باد داشت. از اولین برنامه‌های شوک بود که می‌دونستم خیلی بازتاب پیدا می‌کنه، اون موقع میلیون‌ها بیننده داشت. خودم رو آماده کرده بودم که اینو لهش کنم. رفتم شروع کردم تو زندان یکی از شهرها، اسم شهر رو نبرم، شروع کردم به این تاختن و نواختن. مصاحبه که تموم شد، رفیقام اومدن گفتن دمت گرم بابا، لهش کردی، چیکار کردی؟ اومدیم بسال فیلم برداری اینا رو جمع کنیم. پسره که دستش دستبند بود، همین سارق مسلحه، حکم اعدامش هم در اومده بود، منو صدا کرد. یه ذره یکم متادون برای من گیر میاری؟ گفتم تو زندان متادون از کجا گیر بیارم؟ خب برو بهداری به تو میدم. رفتم بهداری، خواهش کردم یه ذره متادون آوردم براش. صحنش جلوی چشممه که متادون ریخت تو دهنش، قورت نمیداد، تو لپاش میچرخون، قرقره میکرد، خورد. تو یه سیگار واسه من میگیری؟ گفتم اگه سربازی یه نخ سیگار براش آوردم، داشت سیگار رو میکشید، نصیحتش کردم. گفتم پسر تو سنی نداری، هفته بعد میخوان اعدامت کنن، چرا به این روز افتادی؟ چرا این کارو با خودت کردی؟ گفت تو از زندگی من چی میدونی؟ ببخشید ما اینجا بچه های کوچیک تو سالون که نداریم. گفت من بچه که بودم پدرم مادرم رو میفروخت. من تو 12 سالگی اون صحنه ها رو میدیدم که مردای غریبه میان پول به بابام میدن، با مادرم میرن توی اتاقی. من 14 سالم بود، بابام برای اینکه مواد جابجا کنه از بدن من استفاده میکرد، تو بدن من جاساز میکرد. تو چی میدونی من کجا زندگی کردم که منو نصیحت میکنی؟ حالم خراب شد. دیدم راست میگی. گفتم ببخشید من معذرت میخوام، قصدی نداشتم، ولی تو سارق مسلحی، به هر حال تو ظلم کردی. گفت من اگه تو خانواده تو بزرگ شده بودم، تو اگه تو خانواده من بزرگ شده بودی، شاید جامون الان پشت میز عوض شده بود، من داشتم تو رو نصیحتت میکردم. اینه که میگم اگه سیستم درست باشه، فساد ریشه کن بشه، اون آدم هم شاید آدم بدی نباشه، حتی اون سارق مسلح هم ممکنه درست بشه.